با درود و سلام به هموطنان عزیز، هموطنان ایرانی و گیلانی و لایجانی. امیدوارم که هفته دیگر اومدیم به خدمتتون. امیدوارم که این هفته پر از برکت و شادی و سلامتی در خانه های شما بوده و هست در نام عیسی مسیح. یک دعای اول برنامه با دعا آغاز میکنم، بعد میایم با هم که یک کلگبی میزنیم. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم برای تمام برکات، نعمت خداوند، تمام چیزهایی که به ما میده. خداوند ایمان دارم که دست مبارکت خداوند، هر کس به تو وصل میشه دست مبارکت خداوند روی سر و خانش و در زندگیش هست. ای خداوند، خداوند امروز نام تو رو جلال بده. از زبان من میخوام خداوند نام تو جلال یابه. ای خداوند، میخوام امروز خداوند تو بزرگ بزرگ بشی خداوند، به همه خداوند آشکار بشی. خداوند امروز میخوام خداوند در زندگی های ایرانیات و آشکار بشی خداوند، و واقعا تو خدای زنده رو بشناسن. شکرت میکنم و برنامه رو با نام عیسی مسیح آغاز میکنم. به ایمان دارم که خداوند روی قدوس مسیح خداوند من هدایت میکنی. آمین آمین آمین. خب هفته دیگه با ما عزیزان، گیلونین عزیز، لایجونین عزیز، خیلی خوشحالم که شما رو دوباره در مقابل دوربین هستم با شما صحبت کردم. روزی ببون که این تلویزیون جهانی ببون، با ما کمک بکنیم. بذار ما توی از آنلاین بایم برای ماواره، به ماواره آمدن هم پول خانه. خواهش کنم اونجوری که دستتون واقعا رسنه با ما کمک بکنین، با ما کمک بکنین که تا بتونیم این تلویزیون شادی ببریم در ماواره، بتونیم با شما بهتر صحبت بکنیم. خداوند زنده به شما نشون بدیم و با هم کلگه بهتری بزنیم، برنامه های متنوع بداریم. فقط برنامه درس مسیح نبون، بلکه برنامه های متنوعی بون که مثلا آهنگ خانین، دیمونونم فیلم خانین، هر چیزی خانین برای شما اون بنیم. منطقه باقی هم به کمک شما احتیاج داریم. امروز خواهم بگم که ما ایرانیان یه ذره زبان تندی داریم. واقعا زبانهای ما تنده. از خانواده های ما بگیر، به خصوص از خانواده هایی که فرزندانشون نه برکت که ندینن هیچی، یه کار خطایی که فرزند کنه در جا نفرین کنن اونا. وقتی این زبان از چیزی بیرون آمده همون چیزم هم بنه. مثلا یه فرزند یه کار گونه چی گونه لایجنه دعا قادرن دعا نکنم نفرین کنم، بوشی الهی که متن نمودنم دین نینم تی منونم کلا منم غسل بگیره، یا منونم تی بشی دی بر نگردی. ولی نه، بایم امروز این زبان تند ما رو نفرین شده رو برگردانیم به زبان محبت، به زبان برکت. همه زاکون برکت بدیم، بدن نسل اندر نسل با برکت پدر مادرون بنجور. بذار پدر مادر بفهمن که واقعا پدر مادر که برکت دهنده ایشونه. همین که اون موقع یعقوب فرزندونش خواست برکت بده، یک تی برکت داشونه. ابراهیم و تو ندونم هر کدومشون در قدیم بون همه برکت دن، هیچ که نفرین نود، اما همش نفرین قدریم. امسال سال جدید بین تمام شمی زبانون به برکت برای بچهاتون باز بکنین. وقتی زک یک چی قدره نفرین نکنین، اونو برکت بدین، بگین ای خداوند تو بایش باش، هر جا که شو داره دست تو محافظ بکنه زک. مدونم که از تای دل شما نفرین کردنین، ولی چیزی که از زبان بیروننه واقعا بعضی موقع شیطان دو نگه، شیطان هیزه که همه جا تا حمله بکنه. این شیطان این زبان تو رو بگینه
بر علیه فرزند تو استفاده کنه. ولی برکت خداوند وقتی براش تلونی هیچ وقت شیطان من هیچ کاری بکنه دریه. باین امسال سال ببون که دعاتون یه ببون که برای بچهاتون برکت بطلبین. فرزندان ما، جوانان ایرانی ما الان توی خشمن، الان توی افسردگین، کار وجود ندنه، ندونم تفریح وجود ندنه، همه چیز در محدودیتن. تمام جوانان دنیا در رفان، ولی ایرانین یک ایده فقط اونی که پول دارن در رفان، اونم شاید 10% 20% ببون، بقیهشون همه حسرت همه چیزو خورده دارن. و به خاطر اینکه نگاه کردن اون پولداران تلفن‌های موبایل‌های خوب دارن، کامپیوترهای خوب دارن، ماشین‌های خوب دارن، اونشون نگاه کنن برای خلاف کشیده بنن، شنن برای خلاف و از خلاف خنن اون چیزهایی که ندنن به دست برن. ولی واقعا متاسفم، یک روز آرزویم اینه، دعای ما هر روز اینه که جوانان ایرانی حقیقتا از او خشم خودشون بن بیرون، از او نفرت و کینه بن بیرون، با هم اطمینان بکنن، دست به دست هم بدن. این جوانان ایرانی که ایران درست کنن، این جوانان ایرانی که تینن ایران دوباره سرزنده بکنن. همینجور که بعضی موقع ما در فیسبوک و در جای دیگه تویتر و در نوزنم واتساب و همه جا دیگه داریم که زاکون شنن در غبر کروش کبیر او به این چی یه جوان وزمو بدیم شاهنامه داشت خونده دو بود، چقدر زیبا خوندی دختر. ما فرزندان ما باید ایجوری ببون، نه فرزندان ما از الان کینهی ببون نفرت بدن. اگه در فردای آینده ایران خوب آبون، همه از همدیگه نفرت بدنن، نه، همه از عقیده همدیگه رو اعتراف بنین. قرار نیم تی عقیده، تو هر عقیده ای دنیم، منم تی عقیده ام رابم، امکان دنه تی عقیده ام مخالفم، ولی دشمنتون نیم، هیچ وقت دشمنتون نیم، بلکه چی کنم؟ تی عقیده ام مخالفم، ولی تو انسانی، تو برادر منی، تو هموطن منی، تو خواهر منی، تو دوست دنم. چرا باید نفرت بدنم تا؟ این نفرت از کسایی است که خنن ایران خراب کنن، این نفرت از کسایی است که کذایی به ما همه چیز رو گوته دارن. در یک کتاب خونده دوم به این نفرتون چجوری آشکار بنن، در یک کتاب خونده دوم یه زن مرد بعد از سالهایی که زندگی کنن، مثلا مرد شده رو دوش بگیره، امومین خانوم بایستی او شامپوی نی آماده بکنه، صابون آماده بکنه، همه چی آماده بکنه، مثلا یک روز یادش یا مثلا دو روز سه روز صابون نه. از بس که غرور بی حدنی ما، این غرور ما اجازه ندینه که با هم خوب صحبت بکنیم، یه دیالوگ خوبی بداریم در زندگی خودمون. بوده که خانوم تو امروز ای الان مدت هاست یه هفته که میو مثلا صابون ننینه که مو شنم، او خانم هم بخاطی که قروده گفت نه فقط امروز این کار رو ندم، خودت خودت بنی. همین دو کلمه باعث بود که ایشون 7 ماه با هم صحبت نکنن برای یه مسئله خیلی کوچیک. اصلا واقعا خنده آور، نه برای نه در ایران نه یا در همه جای دنیای طوره. مردم واقعا در یک مسائل های خیلی کوچیک با هم چنون غر کنن که اصلا زخم پیدا کنن در این مسائل کوچیک. بعد این زخمون در آینده هر وقت حرفش که بیروننه، این زخم دوباره باز آبنه. هیچ وقت نخنیم به خاطر غروم و بگیم که آقا ببخشید مو امروز این کار ندم، باشه دیگه من فراموش آنه بنه دفعه دیگه. این غرور به ما اجازه ندنه یه ببخشید بگیم هم دیگره. چی بانه مثلا یک بگیم هم دیگره آقا ببخشید؟ ای از کورم کما بنه، از چیچیمو کما بنه بگم آقا اگه یک کار اشتباه بودم، یا اصلا از اشتباه هم ندم، او طرف راضیه که مو بگم آقا ببخشید. آرامش کنه خود چرا نگم مثلا یه ببخشید چی از مو کما بنه؟ معذرت خانم ببخشید. همه چی این خیلی یه آب سرد فکنی روی آتیش، ای کینه همینجوری ادامه پیدا کنه.
از خانواده های ما همینجوری از اون کوچیکی اماره همیجی همیشه نفرین بودن، همیشه اماره نه برکندن، همیشه از متعلن موقع ما یادنه که زبان مادر و پدر برکت ببون، خیلی کم، همش نفرین بود. حتی شوقتنه مثلا زک مثلا شلوغ آگر خوشی بازی کردره پلونگر نفرین کردره آ بابا حقی دی زک خوشی بازی هم نکنه و در بازی هونم نفرین دنه. من ندانم واقعا ما با کره رسیه داریم چرا نخنیم یه ذره این درون ما رو پکا کنیم، چرا نخنیم یه ذره این درون ما رو این طوری که خونه پکا کنیم، یه ذره این غبار درونی ما رو پاک کنیم، قلب ما رو صاف کنیم، زبان ما رو صاف کنیم، زبان ما رو به برکت باز کنیم. یک دونه ببخشید از غرور ما تو دینه، یک دونه ببخشید، یک دونه زندگی درست کنه. هفت ما برای که یه دونه آقا تو شامپو نه روی حموم خیلی تعجبه، واقعا تعجبه. چون دونی چره؟ برای اینکه خدای زنده رو نشناسیم. این خدای عیسی مسیح ما، خداوند ما که جان خودش برای ما بنا، ما این نشناسیم. اینقدر خداهان دروغین به ما در ایران غالب بودن که ما با خدای زنده نخنیم را بشیم. تا حرفم زنیم در جا یک دونه استاب زنن، همیه با تابلو زنن که آقا حرف نزن. چرا من ندونم؟ اصلا مذهبی صحبه، ما مذهبی صحبه نکنیم. عیسی مسیح مذهبی نرده برای ما. عیسی مسیح یک راه برده برای ما، نجات، راه نجات، راه حیات. خودش برده، جان خودش فدای من و تو گناهکار بوده که گناهان ما رو با خونش پاک کرده که یک راه نجات و حیات زندگی برای ما برده. نه دین، دین دونی چیزه، دین اینه که مو مثلا یک دونه یه چیزی بدرم بزنم تی سر منه. دین اینه که مطابقم فلان چیز باید بپوشی، غیر از این باید چیز دیگه نپوشی، فلان کار باید حرکت بکنی، فلان کار اگر ندی منی. دین یعنی ای عیسی مسیح دین نرده. عیسی مسیح آزاد بود. اگه کسی خش بده گفت که در شریعت بمای که عیسی مسیح گفت در شریعت بمای که دست مقابل دست، چشم مقابل چشم، هر کاری که او بوده قصاص بکنه. ولی مو شما رو گونم ای که اگر دشمن تو به بی احترامی بوده، فوش بده، تعذیت بوده، براش نفرینش نکن، بلکه براش خیر و برکت بخواه. عیسی مسیح دین نرده برای ما. چرا ما نخنیم یک دونه متوجه بیم که دین ندانیم؟ اما دین اینه که مثل دینهای دیگه بگو آقا این کار بکن، این لباس ببوش، این حرکت بکن، این را بوش و او را نشی، اگه نشی تا داغونه کنم. توجه بودین؟ اینه که آدم چرا زبان ما اینقدر تونده؟ برای اینکه یاد نیتیم، هیچ وقت یاد نیتیم و یادم نخم بگیریم. برای اینکه دینهای کذایی ما را اذیت بودن، همیشه تو سر ما بزین، برای اینکه با ما بودن که آقا اگه این لباس نبوشی من نبای بیرون، به خانمه منونم چادر بنی، منونم با آقایون لباس کوتاه نبوش، به فلان کس فلان کار نکن. بابا یک انسان آزاد دنیا نه. اگه تعلیم بدین در تلویزیونون تینین انسان، یک انسانی در بریم با محبت، با افکار خوب، نه خشمی درش وجود داره نه چی، بلکه با برخوردهای خیلی خوب در اجتماع خودش زندگی بکنه. همیشه همو خانیم که رای عوضی باشیم، واقعا رای عوضیشون تعالا به ما رو به جایی نرسونه. از این به بعد هم اگه اینطور را باشیم هیچ جا ما رو نرسونه، نه بجز که خودمون عوضا کنیم. باید از خانواده های خودمون شروع بکنیم. اگه یه زن و مرد با هم یه اختلاف دارن بگو ببخشید، یه نفر از اون طرف بالاخره یک نفر بایستی بگو ببخشید، معذرت خانم. آتش او همه چی خوسونینه. یک دونه معذرت خانم ببخشید همه چی خوسونینه، همه چی آتش اصلا خاموش کنه. نخنیم امو این کار بکنیم هیچ وقت. این غرور ندانم چیسه، غرور بیش از حد، تکبر بیش از حد، تکبر و غرور بیجا،
چیزی که اصلا ماره تو زندگی همیشه عقب تو دینه، نه جلو هم نبینه. از کارگردان عزیز خانم یک دونه سرود بنیم یه برگردنم به شما. در مصیبت ها و در سختی، در طوفان های این دنیا، تنها یک چیز مرا آرامیست که تو با من هستی ای عیسی. گر نباشد مرا همدم، از سرسو جانم در سختیست، دانم نور امید تو شکافنده هر تاریکیست. تنها امید جانم عیسی، ستایم نامت را در هر جا، میدانم یک چیز را که تویی تا ابد در قلبم پادشاه. با محبت بیمانندم پوشانیدی زندگیم را، نترسم چون تویی سلطانم در هیاهوی این دنیا. گر افتاده یا که ایستاده، گر خموده ام یا سر بلند، این امانت توست ای عیسی که گیرد دست من در هر وقت. چیزی ندارم بهرت دهم جز این تن و جان خسته ام، تسلی ده و شفا ببخش، با فیض تو گیرم من مرهم. تنها امید جانم عیسی، ستایم نامت را در هر جا، میدانم یک چیز را که تویی تا ابد در قلبم پادشاه. با محبت بیمانندم پوشانیدی زندگیم را، نترسم چون تویی سلطانم در هیاهوی این دنیا. تنها امید جانم عیسی، ستایم نامت را در هر جا، میدانم یک چیز را که تویی تا ابد در قلبم پادشاه. با محبت بیمانندم پوشانیدی زندگیم را، نترسم چون تویی سلطانم در هیاهوی این دنیا. با درود دوباره به هموطنان عزیز، لایجونین عزیز، گیلونین عزیز، امیدوارم که همیشه دلاتون شاد ببون با برنامه ما ایسان دنبال کردین. به هر حال گفتم که بین نفرینون از زبان ما بندازیم، بین غرور بیاد نداریم. یک دونه کار اشتباه بودم، اگه من کار اشتباه بودم بم معذرت بخوام، نگم نه چرا معلوم معذرت بخوام، یه کوچیک آبانم، خیلی کوچیک آبانم. نه، یک فیلسوف یهودی گونه بهترین چیز برای آرامش زندگی بخششه، تینی ببخشی. در کتاب تورات به ما که یوسف شده همه دونین دیه، برنامه یوسف دیه همه دونین، یوسف چی بلای اون سر به ما. یوسف به خاطری که پدرش اینو دوستش، برادران نفرت ازش پیدا کردن، تا جایی که اینو خواستم بکشم، بعد یک دونه بران نگذاشته تو دن چای می، از چای می اینو بیتم ببردن برده بفرتم، بودم بدا پولش برای ما اینو بفرتم ببردم مصر می. مصر می اینقدر در او کارهای خوب بوده، اینقدر با خدا راز نیاز بود، با خدا زندگی بود، کار خطایی نوده، آدمی که کار خطایی نوده ولی منتظر خداوند بیسه. در هورم بوشو یک نفر گماشته یک دونه مصری بود و فرمانده مصری، هورم زن او فرمانده اینه گیر بده که بخواد مثلا با این رابطه بداره، ولی چون از خدا ترسیه و چون او را امانت داشت چی او را میکار انجام نده، ولی تومت بزنی تو دن زندون می، ولی باز صبر با خداوند راشو صبر اینه بداشته. اینقدر تعمل بوده بوشو زندون، زندون هجی که یه نفر شده و بیرون بوده بوشوی پادشاه برجی. ما به یاد برای که یک تا خواب پادشاه ای بوده فرعون بوده، این مردگه بوشو بوده، اگه یک دوا کردنی
ما به یاد برای، ولی آدمی همیشه فراموش خاطره. هزارون معبد هم دیگری کنیم فراموش خاطره، ولی این یکی چون فراموش بودم کینه به دل بوم. آقا ما ویلا بود ولی شاید مثلا اون روز اصلا این حواس نبود، چون آزاد با این حواس نبود که با، ولی اورم یک روزی فرعون خوابینه یوسف گونه او آقا مو زندون می یه نفرشین اصلا مرده ید به ما یه نفرشین اصلا که با خوابی که مو بده اون برای مو بود مو آزاد بوم. بودی کیسه بودی یوسف؟ یوسف بعد اون خواب فرعون بود. اینجا این داستانون خیلی باش توسی مو یه جای دیگه خم برسم. این یوسف به ما چی بوده؟ به ما اور شخص دوم مملکت بود، همه چیز در دستای او بود. یک یهودی که برادرشون این خواستم بکشم بعد تو دانی بفرتم به بردهداری، با ما توی چی گرفتاری توی مصر بکشه، زندونی بکشه سالهای سال، بوشو گماشتگی بوده زن او طرف باز اینی گیر بده. این همه ای کارون ای با ما باز به انتظار خداوند بیسه کینه به دل نیته. داستان یوسف گوته دنیم بقیم داستان یوسف گوام خودش پنج تا ده تا برنامه بینه، ولی خانم به یه جا برسم که ببین چقدر خوبه یوسف با این وز برادرانش این همه این ظلم بودن، وقتی برادران اون موقع احتیاج داشتن ایشون برد به من مصرمین آزوغو چون تور اسرائیل نبو ایشون آزوغو بفرته، کاری ندنم چی برنامه هایی بوا فلان، ولی خم اینه بگم که یوسف با این همه که بلا سزا سرش به ما آخر به ما انتقام که این تا از برادرانش بخیر که اونو ببخشه، باید یک دونه بخشش هم برادران به پاش بکتن گریه و زاری بودن، هم خود یوسف وقتی ببخشه آرامش بیته. وقتی تو یک نفر یک گناهی کنه، یک گرفتاری، یک دونه عمل زشتی برای تو انجام دینه، اولش آتش درونی تو همیشه شعله‌وره، زخم تو همیشه بازه. وقتی اگر اونو ببخشی اول خودت آرامش کنی، چون وقتی بخشینی خودت آرامش کنی دیگه کینه ای به کسی ندنی که همیشه در شور آشوب بون در بدنت همیشه آشوب بون همیشه نفرت بون، نه. وقتی بخشینی با خیال جمع هر کاری، ببین خدا گونه که شما انتقام هنگیرین انتقام بسپرین به دست مو، وقتی تو بخشینی یا یک چیزی منی بگو خدایا مو از خودم ببخشم ولی بسپردم به دست تو، تو قاضی عادلی سی، داور عادلی سی، خداوند دونه با او چیکار بکنه؟ تو دیگه در فکر نباش ای خداوند خانم الان مثلا بسپردم به دست خداوند، خداوند خانم گردنش بزنه، خداوند خانم تمام زندگی شبه، نه. تو دیگه منتظر اون نباش، ایوان نفرت باز یعنی به او کینه دنی به او نفرت دنی، نه. وقتی بسپردی تمام آکو دست صاف آکون بوشور بنی کنه بگو ببخشیم تمام آبوشو خودت آزاد آبودی. این مذهبه که ما را نبخشنینه، مذهبه که کینه به دل ما عبینه. عیسی مسیح مذهب نرده، عیسی مسیح رای آزادی، نجات، حیات برای من تو برده. و امروز زبان ما رو به محبت، به برکت عادت بدیم. در یعقوب 3 خطرات زبان گونه به این زبان چی کارو انجام دینه گونه، اگر آیه 2 گونه اگر کسی بتواند بر زبان خود مسلط شود قادر خواهد بود در سایر موارد نیز بر خود مسلط باشد. وقتی توی زبان خودت مسلط ببی تینی بر همه چیز زندگیت مسلط ببی. وقتی بر زبان تو مسلط نبی هر جا هر حرفی از دهنت بیرون سری تو دی بیرون کار همه خراب کنی. اینه به قول لجنه گونم تونت کتره یادتون ننه که گونم تونت کتره ای پسره یا این دختره یا این زنه این مرده خیلی تونت کتره هرچی وای تو تونت کتره گره. نه، یه ذره با آرامش، یک ذره با متانت، یه ذره تعمل بکن زبان همینجوری توندی بیرون هر جایی سعی هر حرفی توندی بیرون. گونه اسب بزرگ را با دانه کوچک موتی خود میسازیم. یه اسب به این گوندگی یک دونه دانه به دانه زینی او با اون دانه اینه تینی کنترل بکنی، این طرف ببری او طرف ببری.
و او را به هر جایی که بخواهیم میتونیم ببریم. یک سکان کوچک اینقدره، یک کشتی بزرگ حمل کنه. یک سکان کوچک، یک کشتی کنترل کنه. زبان نیز در بدن میگه عضوی کوچک است، ولی چون خسارات سنگینی میتواند به بار آورد. یک جنگل عظیم را میتواند با یک جرقه، با یک کبریت کوچک میتونی یک دونه جنگل آتش بزنی. زبان هم همینه. این زبان یه عنصر کوچکی در بدنته. این زبان آتش ها بپا کنه. بعض موقع اینی دو نفرانن علیکی حرف خبر بینن هم دیگری به مثلا علیکی قنه خوش شیریناگونه، یه حرف خبر بینه، همین حرف خبر بردن این زبان دیگه گردنه هرچی این دلخانه گونه دونی فلان کسی درباره توشسته ده ایتو بوده ایتو بوده ایانه نوته، ولی اگرم چیزی بوده نخنه آدم اونه به جای دیگر بوا. یه نفر شاید تا محرم راز خودش بدونه. این دل من اینقدر رازانه تا محرم بدونسته یه چیزایی به ما تبوته. تو قرار نه با این زبان کوچیک تو باشی تمام این راز همه جا بگی، نه که اونو کمک نکنی، بلکه یک خنجری ایسی بر سر زینی، بلکه یک پوت کیسی که ارتقیق دو سر زینی. به این محرم راز هم دیگه ببینیم، راز هم دیگه رو آشکار نکنیم. اگه یه نفر با ما تیه درد دل کرده خواهشن گوش بدی. اگه من نی بگو آقا مو من نیم تیراز گوش بدیم، برای اینکه از خودم اطمینان ندانم، امکان داره جای دیگه بوشم تیراز بگم، بس گوش نده، نگذار بدبخ و زندگی اونم خراب آبون. چه ایچ ای هفته یه چیزی خاصی میبود، یه کاری خاصی میبود درست آبون، بعد ای کار درست آنو بود. هرچی همون زنگ بزیم این طرف و طرف، هر کاری بودیم با فعالیت انسانی خودمون درستانه با تا پریش و پریشم کتاب مقدس خونده دوم با خدا راز نیاز کردن. اینی خیلی یه نفر پدر تی جلو ایسای با او راز نیاز کردنی. با خدا ای تو راز نیاز بکنین، با خدا میزه پدر مادر بایسین صحبت بکنین. چطور تو نشینی تی مر همه صحبت کنی، تی پیر همه، تی رفیق همه نشینی راز کنی تو ای تو بنیش خدای همه صحبت بکن. تو فکر نکن خدا نشتونه، خدا تا گوش ندینه، خدا تا گوش دینه، خدا تا ایشتونه. ای تو راز نیاز کرده اون خدا و ما بوده پسر ناراحت نباش، در جا در قلبم بوده که ناراحت نباش. جمعه او کاری که تو خانی همه بوده نبانه موتی درست کنم. امروز یه نفر میاد زنگ بزنه بگه تیکار درست آوای، بس از فعالیت ما نیه. خداوند گونه اگر پاسبانان شهر را پاسبانی بکنه، اگه خدا در روش نبون پاسبانان بیهوده پاسبانی کنن. اگه خانه را خداوند نسازه سازندگانش همه بیهودن. توجه بودین؟ خداوند بایستی همه ای کار برای آدم انجام بده. توکلت به خدا بون، اعتمادت به خدا بون، در تمام زندگی توکلت به خدا بون، اعتمادت به خدای زنده بون. عیسی مسیح اندیه تا گوته درم، عیسی مسیح مذهب نرده. مذهب اینه که بکن نکن دنه، اینه بپوش او کار بکن، ای کار نکن، ای را بوش او را نشون. نه، عیسی مسیح رای آزادی برده تیه بر، رای محبت، رای نجات، رای زندگی تیه برده. امروز به قلب تو باز آکن برای خداوند. امروز به این خدایی که جسم ببوشه به ما، برای تو، برای من و تو گناهکار، به ما جان خودش برای من و تو بنه، روی صلیب بوشو، شکنجه ببو، بدترین حرفون اینو بزن. اینقدر کوچیک آگود خودشی که بخاطر من و تو این رای آزاده، این رای حیات به من و تو نشون بده. نه دین، دین که گونه قصاص بگون، دست مقابل دست، چشم مقابل چشم، سر مقابل سر. نه،
خداوند امروز عیسی مسیح دین برای ما نرده، دین ما را اسیر کنه، دین ما را بگینه برده کنه. خداوند امروز ما را از بردگی آزاد آورده، خداوند امروز ما را فرزندان خداوند بوده. عیسی مسیح ما را امروز فرزند بخونده، بوده امروز شما فرزندان پدر آسمانی خدا هستید. برده نین، برده بوده برده مورد اعتماد اربابش نی، بلکه امروز شما فرزندان خداوندی. کدوم دین انه تاگونه فرزند خداوندی؟ کدوم دین؟ ای عیسی مسیح که راه نجات برای تو برده. امروز اگر هر گناهی بودی، هر گناهی بودی، امروز به این خدای زنده ایمان بر، به این خدایی که به ما به خاطر من تو برای گناهان ما بس روی صلیب بشه و خون خودش بگله تا گناه من تو رو پاکونه، بگو امروز ای عیسی مسیح من گناهکار ببخش، هر گناهی تا امروز بودم خداوند توبه کنم در مقابلت، ایمان دنم که تو بشه روی صلیب برای گناهانم، ای خداوند امروز به زندگی مو وارد ببو و مو خانم فرزند ای پدر آسمانی ببوم. امروز خانم آزادی که به مو عدای از قید دین به من بیرون، امروز خانم که در ای آزادی زندگی بکنم. ای روح القدس، ای روی پاک قدوس خداوند، امروز تمام وجودم را از روی خودت پر کن. امروز بیا زندگی من تحولی عظیم ایجاد کن درش، تا بدونم واقعا در دین، در اسارت دین ها نباشم خداوند. امروز از تو میخوام ای عیسی مسیح که منو آزاد کنی از قید و بند. بیاین امروز به این خداوند خدای زنده ایمان بیارین، خدایی که برای شما آزادی آورد، خدایی که برای شما نجات آورد، خدایی که برای شما نه قید بندی از نه هیچ چیز دیگر. امروز خداوند شما رو طلبیده. تمام ایرانیا، ما امروز میتونیم به نام عیسی مسیح ایران ما رو عوض کنیم، به نام عیسی مسیح زندگی های ما رو پر از شادی و نشاط بکنیم. بس برای توی هموطن امروز دعا میکنم در نام قدوس عیسی مسیح آرامش خداوند در تک تک خانه های شما باشه و برکت خداوند و شریر، دست شریر به نام عیسی مسیح کوتاه بشه از ایران. شکر میکنیم خداوندو که این برنامه رو امروز به من داد تا بتونم با شما حرف بزنم. شما رو به خدای زنده میسپرم به نام عیسی مسیح. تا هفته دیگر، بدرود.